مجید، مخلصیم. سلام علیکم. شرمنده مجید نه فاکس بابا کردم. این حرفا چیه؟ نه دیگه، برنامه است که داریم گوش میدیم، حتما که من نباید بیام بالا. من امروز هم اومدم یه سلام علیک بکنم، چیزی زیاد عجیب و غریبی هم نیست. خب این بحثا میشه، بحثا به درازا میکشه یه جاییش دیگه، ولی علی جون کلن بحثاش طولانی میشه، به خاطر اینکه از یه دیدی نگاه میکنه که به اون که خب پس این هم اگه نباشه، پس ما هم اگه نباشیم و نمیدونم پس هیچی نیستش و یعنی همه چی میشه توهم حساب میکنه، بعد میاد تو جزئیات کلا. ولی خوبه این بحثا، مخصوصا بحثای دیسکورد. حالا اگه تو یه دفعه افتخار بدی بیای تو دیسکورد، چون نه بچه ها اکثرا بچه هایی هستیم که از یه لحاظ هم فکریم تقریبا، حالا ممکنه خدا باورم توش باشی، ولی بحثا خیلی با کلاس برگزار میشه. یعنی من تو دو سه تا مسئله مثلا نظرم عوض شد، یکی با قاسم بود پریشب که کلا نظرم عوض شد در مورد اینکه مثلا یه پولی بیفته آیا تو ور میداری تو خیابونای پیدا کنی، که من اونجا نظرم عوض شد و این خیلی خوبه، آدمو به وجد میاره که وقتی میای تو تفکر اینو قبول کنی. این توی اون دیسکورد و بچه ها هست، من چندین بار دیدم که مثلا نظرشون اون وسط عوض شد. کسایی که نمیدونن مجید داره درش صحبت میکنه، ما جمهوری بی خدایان یه دیسکورد داره، نیلوفرم اونجا داره مدیریت میکنه، لینکش پایین همین ویدیو هست، برین عذرشین، همه بچه ها اونجا هستن با هم بحث میکنن، جالبه. گفتم یه ذره تبلیغ دیسکورد هم بشه. یه سوال داشتم من پریشب، اینو تو دیسکورد گفتم، زیاد در موردش بحث نشد، ولی از تو خواستم بپرسم. استاد آتیستا، یکی از استادا، یه پیشنهاد دارم. یه سوال، قسم، وقتی ما میگیم قسم یعنی یه چیز مقدس، یعنی تقدس داره برای اون قسمت، حتی شرف. وقتی میگی من به شرفم قسم میخورم، و توی آتیستا که تقدس زداییه، آیا اینو ما باید چجوری حلش کنیم؟ یعنی شما چه نظری روی این قسم داری؟ قسم خوردن حساسیت من خیلی ندارم من که چجوری از چه کلماتی استفاده میکنیم. بالاخره ما معنی کلمات رو میدونیم، میدونیم چیه. مثلا همین که من بعضیا میگن که ای چرا آرمین میگه خداحافظ، مگه به خدا اعتقاد داری؟ مثلا نه، این یه ذره فرق میکنه. شما یه چیزی رو برای خودت در سطح خیلی بالایی قبول داری دیگه، که برای اون قسم میخوری، میگی من قسم میخورم به شرفم که دروغ نمیگم. اگه توی یه دادگاهی باشی، یه آتئیست من باور کن، حالا من فکر کنم چند نفر وقتی که داره میگه قسم میخورم، اصلا به فکر اینه که قسم و مثلا مقدس و اینا مثلا چنم ریشهشون یکیه و رفت دارن به هم. و من فکر کنم وقتی که داره میگه من قسم دارم میخورم، مثلا اینه که داره میگه که به من اعتماد کن، باور کن حرفمو. میدونم چه، یعنی فکر نکنم خیلی منظورش واقعا اون چیزی باشه که خود کلمه شاید داره پیشنهاد میکنه منظورش هست. منظورم چه؟ اوکی، بس من چیز خاصی نداری بگنه. خب یه جاهایی هست باید توجه کنی، یعنی اگه توجه نکنی، یعنی تو باید چیزی براش داشته باشی. یک آتئیست یک چیزی برای خودش باید داشته باشه که قسم براش بخوره. من فکر کنم خیلی اگه آتئیسم، آخه آتئیسم فقط عدم ایمان به خداست. خب من فکر کنم اگه آتئیسمو خیلی بایدیش بکنی. نه، ولی شما تقدس زدایی میکنی، گفتین تقدس زدایی، هیچ چیزی مقدس نیست. خب یعنی شما فکر میکنین هر کسی در اون حد نیست که من براش جونم هم بدم. البته خب شما میتونین جونتون رو برای یه چیزی بدین که تقدس داشته باشه، به خاطر اینکه براش ارزش قائله. ولی برای یه چیز مقدس جونتو میدی. ممکنه هر چیزی مقدس نباشه که براش جونتو میدی، ولی برای یه چیز مقدس، برای کسی، تعریف بستگی به تعریف تقدس داره. من دارم میگم هر کسی، من میگم چون یه نفر تقدس و شما مخالف تقدس، من دارم میگم که من کسی، من مخالف تقدس هستم. خب ولی کسی چون یه نفر میگه من دارم قسم میخورم، به این معنی حتما نیست که یک چیزی رو مقدس دیگه. نه دیگه، تو داری برای چی قسم میخوری؟
الان تو دادگاه به شما میگن قسم بخور به اون چیزی که باور داری دیگه. این 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 چیزه، این خیلی حساس، این حساسیت نشون دادن به معنی دیکشنری کلمه ها سوینا. خب این همین چیزه که میان گیر میدن که مثلا چرا میگی خداحافظ؟ من میگم ببین جان، ما میگیم خداحافظ که واقعا منظورمون این نیست که خدا حافظت باشه. وقتی میگیم خداحافظ منظورمون همون بابای دیگه، همون منظورمون همون بدروده. میدونی منظورمون حالا زیاد میشه الان هم دیر وقتی، فقط هم میخواستم ببینم منظورت میتونی مثلا چیزی براش پیدا کنی که تو هم میگی زیاد سخت نگیر. همین همینجوری میگم سخت نگیریم، برای اینکه من خودم میگم مثلا به قسم میخورم مثلا که دروغ نگم، قسم میخورم من اگه یه کسی بگه جونم به جان، آره به جان مادرم قسم میخورم و اینو، مثلا یه چیزی که دارم میگم، یعنی واقعا نه دیگه، یعنی مادرش براش خیلی مهمه که بعد به جان اون داره قسم. آره ولی کسی واقعا منظورش این نیست که مثلا اگه من دروغ میگم مادرم بیاد یعنی مثلا ها میدونی مثلا اگه رو چشم قرآن مثلا میمونه که کسی بیاد بگه که قربونت برم الهی، مثلا فکر کنیم واقعا منظورش اینه که من بیام قربانی تو بشم، یعنی همچین کسی رو چشمم ها، یعنی نه اینا این تحت لفظی ها رو کاری ندارم، ما خودمون هم میگیم من اینجا 10 دفعه گفتم به خدا آلو. من دارم دروغ درست میگم به خدا جون بچه ها، اونو نمیگم تو، ما فکر کن رئیس جمهور میشه، یه آتئیست رئیس جمهور میشه میخواد قسم بخوره، به چی باید قسم بخوره؟ آها اونجا خب جدی داره گرفته میشه، نه اونجا دیگه داره، من جدی چه دارم میگم، میگم در حد یه جدی. خب مجید جان، من اکثر کسایی که این حرف رو میدارن میزنن خیلی معنی اصلی این حرف کلمه رو جدی نمیگیرن. خب اون معنی اصلشون رو، اون چیزی که یعنی فقط همینجوری یه اصطلاحی که همینجوری داریم استفاده میکنیم. خب من میگم که باید مراقب باشیم، یه ذره نگران این هستم که ما اگه خیلی بخوایم یعنی یه قانونی بذاریم برای اینکه مثلا بی خدایان باید چجوری رفتار بکنن، چی بگن چی نگن، یعنی اون وقت یه مقدار سختگیرانه میشه، اون وقت ممکنه باعث بشه که خیلی در باز نمیشه. خوبه این حرفو از تو میشنویم که انقدر سخت نگیرین، قرار زندگی کنه. من خودم اونجوری هم که تو میگی سوالا رو میکنم که آقا سخت نگیر، قرار نیست که اگه بی خدا شدیم زندگی رو بذاریم کنار، همه بی خدا شدیم، خب بی خدا شدیم حال کنیم دیگه، بارو بذاریم کنار، بار سنگین رو بذاریم کنار، بریم دنبال زندگیمون، خدا خدا رو بذاریم. بعضی موقع میگن بهم میگن آتئیست آتئیست، داشتم به بچه هم گفتم باز این باره میاد، انگار بهت میگن مسلمون، یه باری باز دوباره میخوام بذارم رو دوشم، آقا نمیخوام، اسم من رو آتئیست نمیدونم، حسن حسین، من اینم، اینا رو قبول ندارم، اینا رو هم قبول دارم، هر نفرم باید شخصی با خودش طرف بشه، هر کسی یه جوریه، آرمین یه جوریه، مجید یه جوریه، ما هیچ کدومم خدا رو قبول نداریم، این خدایی که اینا میگه اصلا قبول نداریم، ابراهیمی که اصلا 100% میگم نیست، یه اینقدر به خودم مطمئنم، ولی اصل و ندانم گره هست، من نمیدونم داستان اون پشت پرده چیه، اصلا نمیتونم هم بفهمم میدونی، ولی خب ابراهیمیه رو دیگه واسه اون تکلیف مشخصه، واسه همین حوصله‌ام ندارم نه دیگه گوش بهشون بدم، انقدر اینا رو تکلیفمونو مشخص کردیم ما، بقیه که دوست دارن خب گوش بدن. یکی هم یه پیشنهاد داشتم زود بگم برم، حاضری؟ من دوست دارم در مورد بیوگرافی تو یه برنامه درست، حاضری مثلا یه مصاحبه اینجوری داشته باشی، یه ذره متفاوت ازت سوال کنیم تو در مورد خودتو؟ باش 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 دوست دارم. آره ولی خیلی چیز بیمزه میشه. چرا بیمزه میشه؟ بدونیم آرمین کیه چیه از چجوریه تو زندگی عادیش این همه وقت میذاره چجوریه، یه روز تو واسمون تعریف کن ببینیم ما مثلا تو چیکارا میکنی از صبح تا شب، این همه وقت همه جا ما هستی، ارزش نداره، انگلیسی عربی اون این عرض... باش 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 اگه این کار میکنم، ولی قبلش با من صحبت کنیم رأی بگیریم از همین لایو چت کیا دوست دارم بدونم بیشتر در مورد آرمین، خود آرمین باش باش با این نظراتش بیشتر آشنا بشه، همین، دمت گرم، خیلی هم خوشحال شدم، فعلا خدا ایسکورت بیا چش